خب در بدخشان ناصر خسرو پناهنده میشه، بدخشان ناصر خسرو میپذیره. در این وقت بدخشان یکی از به اصطلاح جاهایی است که مذهب اسماعیلی به بدخشان رسوخ کرده بود قبل از اینکه ناصر خسرو به اینجا برود. و در بدخشان امیر از علی ابن اسد، امیر بدخشان ناصر خسرو بسیار با استقبال میکنه از ناصر خسرو و او را پذیرایی میکنه. ناصر خسرو بالاخره در بدخشان در یونگان جا به اصطلاح میشینه. سخن ناصر خسرو تاکید کرده داین است که هر کس درباره ناصر خسرو به یونگان گپ زنه یک سخن را باید بیاد بیاره که ز اجت این سخن را یاد میدار که در یونگان نشسته پادشاهوار. ناصر خسرو واقعا تا امروز هم همون مقام پادشاهیش نزد مردم نه تنها یونگان بلکه سراسر بدخشان حفظ است. یعنی شاه ناصر خسرو وقتی که ناصر خسرو به یونگان میره، یقینا که یونگان تا بلخ تفاوت هست از نظر زندگی مادی، از نظر زندگی به اصطلاح روزمره. از این خاطر ناصر خسرو در یونگان تا حد زیادی دور از وطن هست، تبعید شده هست، شرایط زندگیش زیاد برای به اصطلاح اطرافش کسایی هستند که احساس قرابت به اصطلاح بیولوژیکی با اونا نداره، از خیش قوم خود دور مانده. از این خاطر دائما ناصر خسرو در یونگان از زندگی گله و آزار داره، ولی هیچ وقتی به اصطلاح از نظر امو معنویت ناصر خسرو احساس کمی خود نمی کند. میگه که چون دلت از بلخ شد به یونگان خرسند، چون دلت از بلخ شد به یونگان خرسند، پس چی فریدون به سوی تو چی فریرون. خب این سخنی است که ناصر خسرو گاهی وقتی که تنها میمانه زیر یک فشار میه خود قانع میسازه. و ناصر خسرو یونگان به عنوان گاگوی یک زندان به اصلاح چی میکنه، یعنی مازندران که در گذشته ها این یک به اصلاح تصویری هست از گذشته تاریخی، از گذشته تاریخی حداقل 2-3 هزار سال قبل از اسلام، که در اون وقت همون به اصلاح مازندران جای از زندان دیوها بوده. از این خاطر ناصر خسرو میگوید که گرچه زندان سلیمان نبی بوده است، نیست زندان دل، نیست زندان بل باغی است مرا یونگان. خیلی ابلیس چو بگرفت خراسان را، خیلی ابلیس چو بگرفت خراسان را، جز به یونگان در نگرفت، جز به یونگان در نگرفت ایمانی. و بعدم ناصر خسرو از مازندران یاد میکنه: برگیر دل زبال خوبنه تن زبار دین، چون من غریب و زار به مازندران درون. یومگی و مازندری، از مازندران به عنوان مازندری هم یاد میکنه: دوستی اطرت و آل رسول، دوستی اطرت و آل رسول، کرد مرا یومگی و مازندری، کرد مرا یومگی و مازندری. این سخنانی در مورد به اصطلاح یونگان و ناصر خسرو است. و این مسئله را به خاطر ازی یاد کردم که قسمی که امید سه بشاره کردم که ناصر خسرو به تبرستان و به مازندران در نیشاپور رفته، به نظرم یکی از خطاهایی که پژوهشگران ما در زمینه میکنن همین مسئله هست. مازندران در مازندران امروزی نبوده، مازندران در بدخشان هست. میبینیم اینجا که میگه کرد مرا یونگی و مازندری، یعنی یونگی و مازندری اردو پالو در پالو هستند. جالب هست وقتی که تحقیق میکنیم درباره جغرافیای تاریخی، خاصتا که از همون سند اساسی که اویستا هست، وقتی به اونجا میریم و در میابیم که این مازندران و گیلان اصلا دو منطقه است در پالوی ورینه، همون زادگاه فریدون، که یکی ازی که گیلان و مازندران هست، گیلان و مازندران به حساب در پهلوی بارک امروزی است که جرمی که امروز ما شهر جرم داریم، این عمان گیلان هست.
یعنی مردم جرم هنوز هم میگویند که شهر جرم در گذشته به نام گیلان بوده و حتی بعضی هم میگن که امین نام را ناصر خسرو تغییر دادن. خب به هر حالت در این مورد تحقیقات بیشتر در کار است، ولی یه نکته را خواستم بگویم که گیلان شهر جرم امروزی و مازندران عمان منطقه است که از یمگان به طرف کران و منجان است، که کران و منجان امروزی امان مازندران قدیمی هست، که البته تعدادی از محققین هم در این مورد به اصطلاح متوجه شده هند و این نکته را اشاره کردن که یکی از محققین در این مورد میگه مازندرانی که در شاهنامه هست در مازندران امروزی نیست، بلکه بیرون از به طرف شرق قرار داره. خب در این مسئله نمیپیچم، وقت زیادتر شما را نمیگیرم، فقط میام پس دوباره به سر نکته اصلی که حکیم ناصر خسرو به حساب در بدخشان پناهنده شد. خب بدخشان جایی شد برای ناصر خسرو که در اونجا فضای امنیت برش مایا بود، در اونجا شرایط بهتر زندگی برایش مایا بود و ناصر خسرو در همین جاست که تمام آثار خود خلق میکنه. آن کتاب هایی را که جناب امید صاحب یاد آوری کردن همه ازی در بدخشان در یمگان تعریف شده و تعداد از اونها امروز در اختیار داریم، ولی متاسفانه یک تعداد زیاد دیگه از اونها در اختیار نیستند و مفقود هستند. به هر حالت یکی از کارهایی که حکیم ناصر خسرو در بدخشان فرصت یافت عمان است که ناصر خسرو تمام عمود داشته های معنوی خود را در قالب کتاب ها آورد و کتاب هایش امروز در اختیار داریم. خب ببینیم این یک نظری به شرایط زندگی ناصر خسرو بود. وقت شما را بیشتر فکر میکنم که نباید بگیرم، من نمیفهم چقدر فرصت ما دارم، ولی یک چند نکته دیگری در مورد شخصیت ازو اشاره میکنیم و یک چند کلمه هم درباره به اصطلاح کسایی که در موردش چیزی گفتن. ویژگی هایی که حکیم ناصر خسرو داره، شخصیت حکیم ناصر خسرو داره، یه است که اینجا میریم با گفته از علی دشتی، یکی از دانشمندانی است که درباره ناصر خسرو میگه مردی است با مناعت طبع، خرسند فروتن، در برابر رویدادها و سختیها بردبار، اندیشه ورز، در راه رسیدن به هدف پای میفشارد. که خودش هم ناصر خسرو خودش هم میگوید که گاه نرم و گاه دروش چون تیغ، پند است نهان و آشکارم، با جاهل و بیخرد درشتم، با جاهل و بیخرد درشتم، با عاقل نرم و بردبارم. خب این نکاتی درباره شخصیت حکیم هست. حکیم ناصر خسرو میگوین که معلم تعلیم و تعلیم بوده هست، یعنی با تعلیم بسیار زیاد به حساب باورمند هست. چون یک نکته ای که ناصر خسرو از دربار اسماعیلیان گرفت این مسئله بود که اسماعیلیان در یک جدیه خود را تعلیمی میگویند. آنها معتقد هستند که با وسیله معلم حقیقی تعلیم با شاگرد میرسه. از خاطر ناصر خسرو هم در این مورد به اصطلاح چیز تعلیم پیش گرفت و در اشعار ناصر خسرو، شعر ناصر خسرو، دیوان اشعارش، تمام آثارش پر از پند و اندرز است و خصوصا در مورد اخلاق امیده و اخلاق نیکویده یا زشت. برای از اینکه امین دکتر یک ذره مستندتر بگویم، یک چیز را از زمان کتاب روشنای نامش اینجا ما گرفتیم، امیره بر شما به قرائت میگیرم به زبان خود ناصر خسرو. انسان یک به اصطلاح زندان، تن وجود یک زندان خطاب میکنه و میگوید در این زندان عریفی چند با دوست، کزان یاران جدایی باید جست، یکی بخل و دیگر حرص و سوم هاز، چهارم مکر و پنجم شهوت و ناز، ششم کبر و اسد، هر هفت یارد، که از این یاران خلل پذرفت کارد، از اینها بگذر و یاری دیگر جوی، از اینها بگذر و یاری دیگر جوی، رفیقانی بزرگی نامور جوی، تواضع پس کرم آنگاه قناعت،
کمازاری و پس پرهیز و طاعت، دیگر حکمت که اگر هستی خردمند، گسل زانها و با اینها بپیوند، در این نیک خواهند راند بدخواه، تو در ملکی وجودی خیشتن شاه، نیکوخواهان خود را باوری کن، ز بدخواهان خود خود را برین کن. اگر زینسان شوی برخورد خدیوی، اگر زینسان شوی برخود خدیوی، و اگر زینسان نی رو رو که دیوی. خو ای چیزی در مورد اخلاقی که از نظر ناصر خسرو مطرح هست در میچن مثل شعر دیدگاه ناصر خسرو معین میشه. ما پیشتر هم خدمت شما کردیم که ناصر خسرو مشخصات شخصیت ازو، یکی دیگر هم مسئله خردگرایی هزی است. یکی از مشخصات ازو که بسیار خردگرا هست، از عقل میشه میگوید، شعر در خدمت عقیده و دین آورد. یعنی پیش از این شاعرای بسیار زبردستی داریم، اما این کسی است که شعر در خدمت دین گرفت و عقیده خود در رو بیان کرد. ندای وجدان قرن هست، ندای وجدان قرن است که اصل برخورد دو نیروی فرشتگی و اهریمنی را در ادبیات فارسی به میان آورد. یعنی ناصر خسرو در شعر خود دائما توصیه میکنه که به طرف فرشتگی، یعنی با تربیت اما روحیه نیک انسان به طرف فرشتگی میره و با پرداختن به مسائل خورد و خواب و بیرون از ساحه معنویت انسان میره به طرف به اصطلاح امو خصلت ایوانی. خب میگویند که شجاع‌ترین و سلیح‌ترین نماینده فکر معترض در ادبیات فارسی است. یکی از خصوصیت هایی که برای ناصر خسرو میگن که در ادبیات فارسی به حساب فکر اعتراضی و انتقادی بسیار زیاد داره، پیشتاز شعر علمی و عرفانی در ادب فارسی هست. در مورد ناصر خسرو بزرگان چه در حوزه زبان فارسی و چه در حوزه بیرون زبان فارسی، بزرگان زیادی نسبت به ناصر خسرو ابراز نظر کردند. برتلس، آنری برتلس یکی از پژوهشگران روسی است که بسیار توجه کرده. همچنین آربری یکی دیگر از این کسانی هست. همچنین علامه قزوینی در حوزه فارسی، علامه قزوینی، دکتر ذبیح الله صفا، دکتر عبدالحسین زرینکوب، دکتر غلام حسین یوسفی، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، دکتر مهدی محقق، دکتر محمد دبیر سیاقی و بزرگان دیگری که تعدادشان زیاد هست. فکر میکنم که پروگرام ما حوصله نام گرفتن همه از را نداره و گفته هایشانه.